سلام به همه موزیک بازای خفن. با نقد و بررسی آهنگ جاده های عشق از مهدی احمدوند در خدمتتون هستیم. اگه تا حالا کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردی، همین الان این کار پسندیده رو انجام بده و با لایک و کامنتی که میذاری نشون بده که ربات نیستی. دمت گرم. ما از این به بعد تقریبا بعد از یه هفته از شنیدن آهنگ میایم یه نقد و بررسی و تحلیل تعاملی انجام میدیم. حالا به چه صورت؟ اینجوریه که ما نقد و بررسی میکنیم از لحاظ فنی و شما میایی تحلیل یا برداشتتون رو از کل کار یا بخشی از اون کامنت میذارید. اینجوری کسی که میاد نقد رو ببینه، تحلیل های مختلف با زاویه های دید متفاوتی رو میبینه و متوجه ابعاد جدید اون آهنگ میشه. دمتون گرم که همراهید. تقریبا از زمان شروع کار احمدوند اونو دنبالش کردم، از تنظیمایی که برای سامان جلیلی میزد و آخرش اسمشو میگفت تا موزیکای تکیش تا عشق اولی که زمانی یکی از هیت ترین آهنگای فارسی بود، اونم نه با تبلیغات بلکه به خاطر کیفیت بالا و سوژه پردازی خوبی که اتفاق افتاده بود توی این آهنگ. مهدی احمدوند این روزها با احمدوندی که اون موقع شروع کرده بود فعالیتش رو تفاوت خیلی زیادی داره. اون وصفاتی که توی انتخاب یا نوشتن ترانه داشت از بین رفته و توی این مبحث به شدت ضعیف شده که ترانه این کار هم مستثنا نیست. از سوژه و حرفای تکراری گرفته تا قافیه های دم دستی و بعضن اشتباه، وزن نادرست و و و و. اینو ترانه شاید مناسب خیلی هایی که نهایتاً یکی دو سال فعالیت میکنن میتونه قابل قبول باشه، اما کسی که 10 سال سابقه داره چرا باید از همچین ترانه های سخیفی استفاده کنه که نهایتاً تاریخ مصرفشون 1 هفته است؟ مسئله بعدی کوتاهی ترانه در بخش ورس بود. کورس 2 بار تکرار شد و خبری از ورس دوم نبود. این موضوع هم میتونه خلاقیت باشه هم ضعف. میتونست خلاقیت باشه اگر با یک اجرای متفاوت در تکرار کورس که بخش پایانی ترانه هم محسوب میشه مواجه میشدیم. اما دقیقاً همون اجرای اول کپی پیست شده بود بعد از فضای خالی آهنگ. بازم میگم حتی خود مهدی احمدوند اگر زمان بیشتری برای نوشتن ترانه بذاره اتفاق به شدت جذابتری براش میفته، ولی حیف که اتفاق نمیفته توی کارهای جدیدش. حداقل اجرای احمدوند توی این آهنگ رنگ و بوی اجراهای بنیامین بهادوری داشت بیشتر تا خودش. اینکه بعد از مدتی سبک تغییر کنه به هیچ عنوان اتفاق بدی نیست، اما در صورتی که نوآوری هایی داشته باشه و در جهت ارتقای استایل شخصی خواننده باشه مثل خیلی از خواننده ها. اما احمدوند در دسته خواننده های قرار گرفته که گاهی این تغییر سبک به استایل خودش هم ضربه میزنه. این اجرا در دید کلی میشه گفت خوب بود، اما اگر بخوایم جزئی تر بهش بپردازیم نه، این اجرا رو هر خواننده دیگه هم میتونست همینجوری بخونه به همین خوبی. اجرای بی نقصه که خواننده های دیگه نتونن به خوبی خواننده اصلی اجرا کنن. این اجرا میتونست بهتر شنیده بشه اگر ترانه قدرت مانور بیشتری داشت و برای خواننده چالش جدیدی ایجاد میکرد، اما حالا نه. مشابه این اجرا هم در آهنگ های قبلی احمدوند و هم خیلی از خواننده های دیگه میشه پیدا کرد، پس چیز جدیدی برای ارائه نداشته. تنظیم این کار جذابترین بخش آهنگ بود که با وجود استفاده از سمپل های مختلف تونسته بود نوآوری هایی هم داشته باشه و فضاسازی قشنگی اتفاق افتاده بود. شروع درخشانی داشت، حس خوبی در جریان بود در طول مسیر آهنگ و پایان هیجان انگیزی هم رقم زده بود برای آهنگ. اما شاید با بعضی از بخش های ترانه و اجرا همخونی نداشت و جای اینکه من به عنوان شنونده به اجرای خواننده دقت بیشتری داشته باشم، جذب تنظیم شدم در شنیدن متوالی آهنگ. نمیدونم واقعا چرا. تبلیغ عینک جوری که برندش دیده بشه و دیگر هیچ توجیه دیگه‌ای برای کاور قابل هضم نیست. حالا چون اسم آهنگم جاده های عشق بود، تبلیغ عینک در جاده، عینک مخصوص رانندگی مثلا. واقعا چرا اینقدر کاور رو سرسری میگیرید؟ متوجه نمیشم. امتیاز این کار با ارفاق زیاد و با توجه به سابقه و کارهای به شدت قوی تر از این خواننده میتونه 6 از 10 باشه.
حالا شما چه امتیازی از 10 به این کار میدین؟ با کدوم تیکه بیشتر حال کردید یا ارتباطی گرفتین؟ توی کامنت ها حتما نظر و تحلیلتون از این آهنگ رو بنویسین، چون ما اینجا نقد و بررسی کردیم و میخواییم تحلیل یا برداشت شما هم از این آهنگ اینجا نوشته بشه. دمتون گرم که این نقد رو هم تا آخر همراه بودین. سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. با امید کارهای قوی تر از مهدی امتوند.